در شهر ایسور فستیوال آزمون جمهوری صدرنگ چکن در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید. در آزمون هنرمندان 12 جماعت شهرک و دهات شهر ایسور شرکت ورزیده نمونه هنرهای خود را به نمایش گذاشتند و طرز دوختن لباس را به اعضای حکمان پیشنهاد کردند. من مدتی قریب 45 سال است که همین خیلی هنرمند هستم. فقط لباس های عروسانه، روی مال، تاقی، بالشچه می دوزم. من شاگردان بسیاری دارم، جهنم، دخترای اپیم، فرزندای خودم، دختر خیلی بفروش هم میموندیم، برای عروسی هاشون هم میدختیم، زندگی خود رو با همین پیش میبردیم، تا حالی هم میدوزم، من 64 میدارم، تا حالی هم میدوزم، من هوای ها همیش هنری دستای من، میخواهم که همین دختران حاضره باید که همین خیلی هنر رو یاد گیرم، این هنر آدم را به جای بلندی می رساند. آدم های هنرمند خیلی آبروناک هستند. گفته شد که مقصد از تشکیل و برگزار نمودن چنین آزمون ها احیای عنعنه های مردمی، جلب زنان و دختران خانشین به دوختن لباس های ملی و معرفی نمودن میراث پرغنوات گذشتگان ملت تاجیک به حساب می رود. واقعا هم فستیوال جمهوری صدرنگ چکن از جمله تدبیرهای گرامی داشت ارزش های اصلی فرهنگی ارزیابی می گردد که به ترغیب و تشویق لباس ملی، بلند برداشتن نقش سوزندوزی و گلدوزی در متاهای ملی، نمایش دادن هنری والای طراحان و چکندوزان، سوزندوزان و چوران و هنرمندان وطنی روانه گردیده است. فستیوال جمهوری صدرنگ چکن امکان می‌دهد که پهلوهای تا هنوز ناروشن عنعنه‌های ملی، هنری والای چکندوزی این یا آن محل، صنعت اصیل گلدوزی، سوزنی دوزی، تاقی دوزی و نوهای گوناگون نقش و نگار ملی احیا و مورد استفاده قرار گیرد. بهترین اشتراکچیان چورابینی جهت سهم گذاشتن در برگزار نمودن فستیوال جمهوری صدرنگ چکن با سپاسنامه، دیپلم درجوی و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار سرفراز گردیدند.